روستایی پلکانی با 72 خانه و 249 نفر جمعیت که روی گنج زندگی می کنند. بله بویا بیوه چهلده زندگانیخلار او زمان بویدهیدی بله کویسو قویمشتی قدیم مود چیاخ یاندیمشتی بله بلای هوا کشلیدی بلان ایندی تتونمشیخ اوستای دام اویدی. اینجا روستای سور در 27 کیلومتری شمال شرق شهر بنام. بافت معماری و صخره‌ای این روستا که ویژگی خاص اونه، قدمت اون به هزاره قبل از میلاد برمیگرده. اینا آغورن، داماشونو میبستن. این سکو هم که ملاحظه میفرمایید مکان نشیمن انسانهای اون روزه بودن. اینا محلهای گرزگاه هستن یا دریچه هستن به از غار دیگه ارتباط دارن. اینا تاخچه هستن، وسایل میذاشتن. معماری صخره‌ای در سال تقریبا 79 شناسایی و جزء آثار ملی به ثبت رسیده است. اخیراً هم سازمان میراث فرهنگی در سال با اعتبار بالغ بر 27 میلیون تومان نسبت به اجرای طرح مطالعاتی روستای سور اقدام کرده است. غارهای سور در 28 بخش از جنوب به شمال و متصل به هم گسترده شده. این الان غاریه که اون بالا راهش بسته شده، چون روش خونه ساختن دیگه اونجا رو مسدود کردن. همینطور الان از اینجا به غار زیرین هم راه داره. حالا این حفره‌های پنهان شده در زیر خانه‌های روستایی برای دیده شدن نیاز به زیر ساخت‌هایی دارد. یولمون سوخ خرابته. دولانن جلی اولایدن شایمنده اولیوخ آب یاری سوومز. بی جون جلنده 4 جون 5 جون جلمی. با رسیدگی‌های اولیه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سور هم می‌تواند به جمع هتل غارهای دنیا بپیوندد. می شود آینده روشن‌تری برای این کودکان ساخت، آینده‌ای که نه با کشاورزی دیم و کم‌آبی‌های پیش رو، بلکه با گنج‌های خفته رقم می‌خورد. انتظار خبرگزاری صدا و سیما، روستای سور.